قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستغلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستغلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی باگیر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. با سلام خدمت هم وطنا، ایشالا هر جا هستین خوب باشین، سلامت باشین و زندگی راحتی داشته باشین. این هفته دوباره اومدم در خدمتون. اول از اون آخرین مسائل قضایی را بدون بگم، بعد یه سری که فکر میکنن که جزء لیست ستاد فرمان هستن، از چون یه تعداد در اومدن، تعدادی که الان دست من 360 هستش که اینا مونده، ولی بقیه رفتن از رئیس قوه قضایی درخواست ماده 3 کردن و پرونده مجددن رسیدگی شده و یه رقم، حالا نه زیاد یا کم، یه رقم منصفانه ای دادن و بعد تونستن از لیست ممنوع خروجی و از لیست مصادره اموال خارج بشن. یه دم واقعا فقط بدهی مالیاتی داشتن، ولی این لیست امروز آوردم که من این لیست رو برای شما بخونم. اما قبلش می‌خواستم یه مقداری درباره خودم با شما صحبت کنم، چون یه مقداری صحبت میشه. من 57 سالمه و حدود 22 سالم بوده در همین سیستم قضایی بودم و به کشورها مختلف رفتم و در دبی بودم، در مالزیا بودم، در چین بودم، در کوبا بودم، در ونزوئلا بودم و آرژانتین و بقیه. مدتی هم که در کشورهای آمریکای لاتین بودم، خب یه سری مسائلی پیدا شد، درگیری های پیدا شد با سیستم جمهوری اسلامی، که خب بعدم بعد از یه مدتی هم من با نامنگاری این مسئله رو حلش کردم و دستور خود آقای خامنه‌ای هم از مدیر دفتر آقای خامنه‌ای نامه اومد که من دوباره به کارم ادامه بدم و روی سایت ما هم بریم نامه دفتر آقای خامنه‌ای هست و بعد مسائلمون تقریبا حل شد. خب هر کسی ممکنه است که با یه قسمت اداری یا با یه سیستم یا با یه شخصی مشکل پیدا کنه، یه مشکل بشه، مشکل قضایی بشه، بعد از یه مدت خب مشکل با سیستم جمهوری اسلامی حل شد خوشبختانه و من دیگه مسئله ندارم. سه بار رفتم به نیویورک پیش آقای خزائی و اونجا سه تا مسابقه تلویزیونی کردم و اون مسئله را، یه مسئله اداری بود توی آرژانتین، توضیح دادم و خب مسئله حل شد. و 37 سال سابقه کاری و 37 سال من اطلاعات و نحوه شروع پرونده تا خاتمش را در سیستم جمهوری اسلامی هم کار کردم و هم الان باشون در ارتباطم و هم اطلاعات دارم که بتونم به شما کمک کنم که راه دونا روش دونا درست برین. آخرین نقل انتقالات که در سیستم قضایی شده است، اولون 15 ساله، کسانی که 15 سال سابقه خدمت دارن قطعی شد. حتی یکی از قسمت های به حتی به مجلس رفت و قسمتی حقوقی مجلس تصویب کرد، یعنی کسانی که 15 سال سابقه کار دارن میتونن به حق و حقوقشون در ایران برسن. دوم مسئله که تو ایران بود این بود که خب یه ده شهروند استرالیا، اروپا، آمریکا جای بودن، یه سری نظرهای شخصی بود که این نظر شخصی میگو آقا چون تو حقوق در اروپا میگیری یا در استرالیا میگیری، در آمریکا در ایران شاملت نمیشه. هم چیزی نبوده، خیلی‌ها دارن میگیرن. اونا هم که دیگه نظر شخص دادن، الان به صورت قانون در اومده که نه، شما میتونین از حقوقتون استفاده کنین. حالا یعنی قبلا
باید میرفتی دادگاه به یارو تماس میگرفتی، یارو میگفت آقا این نظر شخصی چیه، این حرف چیه. خب این زمان میبرد، رفت و آمد میبرد. دیگه الان به صورت یه لایحه شده که آقا شما شهروندی هر جایی هستی اون ربطی به جمهوری اسلامی نداره. چیزی که تو این دو هفته یه در ایران اتفاق افتاده و همه رو تقریبا خوشحال کرده اینه که سازمان مسکن و شهرسازی برای اول مرتبه صاحب بودجه شده. یعنی یه بودجه هم بودجه خیلی کوچیکی بود برای کار اداری، الان یه پول بزرگی از خود دولت در اختیار سازمان مسکن و شهرسازیه که اگر شماها معوضی که سازمان مسکن شهرساز به شما میدهد میتونید درخواست پول بکنی. یعنی دیگه قبلا حالا میگفتن آقا این ملکو بدین به نرخ کارشناسی و اون ملکو بگیرین، خوشبختانه اینا براشون یه بودجه تعیین شده و امیدواریم با رفع این کارهای معاصر اقتصادی و گردشی کاری که در ایران به وجود میاد روز به روز دولت قوی تر بشه که شماها بتونید زودتر به حق حقوقتون برسید. در رابطه با من مواد تو زمین مصادره خیلی صحبت کردم، یه احتیاج نیست بدون بگم که رفع چیه، شرایط چیه، ولی هموطنانی که داخل آمریکای و اروپا هستن میخوان سرمایه گذاری کنن در ایران، الان 23 نقطه ایران را نقطه جدید میخوان شهرک صنعتی بزنن، شهرک های صنعتی و به غیر از اون شهرک صنعتی که در تهران در اصفهان همه جا داریم 23 نقطه را تعیین کردن، از جمله ساوه، زرند ساوه، که اینها شهرک صنعتی بزنن. یعنی زمین در اختیار شما دولت میذاره، به شما مجوز میده، همش هم هزینه‌های اداریش دارد. یعنی کسی پولی بزرگی بابتی زمین بابت مجوز نمیذاره. تنها چیزی که از شما ها میخوان تخصص شما هست که آیا در این رشته ای که شما میخواین در ایران وارد کار بشین در شهرک صنعتی تخصص اون کار داشته باشین، و دوم اون نقطه هایی که شما ها میخواین کار کنین شهرک صنعتی بتونه به شما مجوز بده. چون ممکنه به شما بگید ما در ساوه نداریم، در اهواز داریم یا در آمل داریم، این نقطه ها هست، یا در یزد داریم. یعنی بستگی به اون رشته ای که شما ها میخواین انجام بده به شما ها مجوز میدن. هزینه‌هاش هم بسیار کوچیکه، هزینه‌هایی که شهرک صنعتی میگیرن اداره صنایع استان میگیره، مثل اصفهان، تهران، اداره صنایع مجوز صادر میکنه، سه تا بلگه برای شما صادر میکنه، یکی به اداره برق است چون من گرفتم برای شما درخواست 300 کیلووات 800 کیلووات برق میکنه، به سازمان آب، و اون جوازی هست که از اون شرکت صنعتی میگیرین با اون نقشه که اتاق نگهبانی، اتاق کار، اتاق نهارخوری کارگران، اتاق استراحت کارگران و اون سلولی که برای چیز میزنین، برای اون کارخونه میزنین، الان 23 نقطه دارن مجوز صادر میکنن. اگر عزیزان هم وطنانی که تصویر منو دارن و گوش میدن اگر تخصص در اون رشته هایی دارین و میخواین در ایران کارخونه ای بزنید با من تماس بگیرین. بر مبنای تخصص من به شما میگم شما به کدوم شهرستان مراجعه کنین، یا از طریق اینترنت شما میتونین خودتون فرما رو پر کنین، یا من میتونم کمکتون کنم. و این خب یه حرکت خیلی بزرگی است و با برداشتن محاصره اقتصادی من فکر میکنم که خیلی از هموطنان میتونن خیلی راحت برن در ایران یه عده نون بخورن، یه کار خونه هم برای خودتون منبع درآمد باشه، هم یه کار بزرگ صنعتی انجام میده، مثل منطقه صنعتی ورامین که الان اون منطقه یه منطقه چرم سازی شده. یعنی شما وقتی از واردی ورامه میشین سمت راستش شاید 200-300 تا کارخونه هست، تابلوهاشو میبینین که همش شده چرم سازی. یعنی یه قسمتی دارن چرم سازی، یه قسمتی میخوان بدن برای پلاستیک، یه قسمتی میخوان بدن برای چیزای اولیه دیگه، بستگی به تخصص شما داره.
مسئله بعدی مسئله اینه که من این لیست رو هموطنان اگر که کس اونا که تصویر من دارن و مصادر انبار شدن من این اسما رو میخونم، اگر این جز این اسما نیستین بدونین که شما ها کسانی هستین که اگر که تالان درخواست نکردین میتونین از رئیس قوه قضاییه درخواست ماده سر بکنین و بدونن پرونده شما دوباره رسیدگی بشه، یعنی شما مستحق درخواست ماده سره میتونین بکنین. اون کسانی که حکم مصادره دارن و این کسانی هم که جز این لیست هستن هنوز نمیتونن یا فوت شدن یا جز خط قرمز جمهوری اسلامی هستن یا که هنوز به اون مرحله نرسیدن، ولی 90% امکانش دیگه نیست چون هرچی بوده از این لیست خارج شده. اونایی هم که تا الان نرفتن درخواست ماده سه بکنن اگر جز این لیست نیستن حتما به من زنگ بزنن تا من بدون کمک کنم. من اینا رو میخونم، تعداد زیاده، من یه تعدادشو میخونم، اگرم یه تعدادشو تعداد زیاده نتونستم یا وقت زیادی گرفت اگر به من زنگ بزنین شما مشخصاتو بدون بدین من به شما میگم که هستین یا نیستین، ولی من یه تعدادو الان میخونم ببینین نحوه کار چه شکلیه. آقای اخوان، حبیب اخوان، امیر ناصر دیوا، هوشنگ انصاری، پارسا، نهاوندی، مهدوی، گنجی، پویا، عظیمی، صالح، رامبود، امامی، مدرس، جهانبانی، خواجه نوری، رحیمی، زیبایی، خوشکیش، ثابتی، فلاح، نصر، قطبی، شیخ بهایی، افهمی، هاشمی نژاد، اویسی، شفا، شریف امامی، منصوریان، رشیدیان، صدوقی، دیبا، خیامی، شجاعی، معینیان، لاجوردی، وهابزاده، بهادری، آزمون، بقائی، قیاسی، روشن، اردشیر، اردشیر چی، امانت، مؤید ثابتی، معنوی، عذری، رفیزاده، ابراهیمی، آتابای و یه تعداد، اگه بخوام بردم بخونم تعداد زیاده اینا نمیشه، ولی اگر با من تماس بگیرین یا لیست بردون ایمیل میکنم یا به ایدون میگم که شما ها میتونین درخواست کمیسیون ماده سه را بکنین. در رابطه شهرک‌های صنعتی و سرمایه گذاری در ایران، ببینین الان خب یه عده به شما میگن بیان تو ترکیه سرمایه گذاری کنین، خب یه عده میگن در دبی قبلا سرمایه گذاری شده بود، پولا تو دبی که دیدین همه 99 ساله بود و خیلی ها نابود شدن، در ترکیه هم تقریبا شبیه همینه، یه مقداری بهتر، ولی اونم موقع فروش من فکر نکنم شما به حقتون برسین، اونم یه سری مشکلات خاص خودشه داره، ولی بدون تعصب بدون میگم بهترین کار الان کسانی که تخصص دارن، ماشاءالله این جوانای ما که همشون تخصص دارن، همشون دکترا دارن، خب اینا بیان دولت بدون اینکه تقریبا زمینا که در اختیار شما میذارن 25000 متر تا 50000 متر بدون یه عوارضی میگیرن، عوارض دولتی، پول مجوزم یه چیز حدودی اگر بخوام به دلار بگم 200 دلار همه با همش، به شما یه مجوز شهرک‌های صنعتی میدن در 23 نقطه ایران که شما میتونین استفاده کنین به این که و برین سرمایه گذاریتون خودتون در مملکتتون ببرین اونجا با ماشین آلات و یه دم نون میخورن و بعد از هم که جواز گرفتین از بانکای ایران میتونین شما ها وام بگیرین، مثل این که 45% نمیه 50%
ارزش روز اون کارخونه، اون تأسیساتی که دارین یا اون ماشینالاتی که میبرین. خب این خودش خیلی خوبه و برای ایرانیای خارج از کشورم واقعا امکانات به وجود آوردن. یعنی شما وقتی که فرم پر میکنین خارج از نوبت به شما رسیدگی میشه و وقتی که به اداره صنایع یا هر جایی وکیل شما یا خودتون مراجعه میکنین میفهمین که چه امکاناتی برای شما گذاشتن. کسانی که در خارج از کشور هستن و اموال پدرشون یا مواد اعلام شده یا مصادره شده یا اموال خودشون، عزیزان بدونن با وکالت کاری که از خارج از کشور شما به محاکم ایران میبرین رسیدگی سریع تر میشه و دید بهتری به شما دارن. چرا؟ بدارین که ممکن است وقتی شما نبودین املاک شما مواد اعلام شده اینا سه دفعه نشر آگهی میکنن. وقتی شما نشر آگهی یا ندیدین، یا به خاطر تحصیلات دون یا به خاطر کار دون یا به خاطر خانواده دون خارج از کشور بودین، یقین بدونین که اون روزنامه یا اون اطلاعیه غیابی بوده، یعنی شامل حال شما نمیشه و دوباره اینا رسیدگی میکنن و به شما 60% معوض میدن. اینه که سعی بکنین همیشه، کسانی که در اروپا هستین، در کانادا هستین یا در آمریکا هستین، از طریق این وکالت کاری یا از طریق دفتر منافع یا در آمریکا یا در استرالیا، سفارت ها ایران، شما ها به عنوان یه شهروند اون شهر وکالت بدین. چون اون زمانی که این تحولات رو زمین شما بوده، شما در ایران نبوده و خیلی به شما ها کمک بکنه. در رابطه با انحصار وراثت و دارایی، الان یه دارایی اومده، قبلا میگفتن که تا زیر 200,000 تومان یا زیر 2,000,000 تومان یا 200,000,000 اینها نشر آگهی یک روزه هست و بالای این قضیه باید به دادگاه برین. الان ما دیگه مال زیر 200,000,000 نداریم، 200,000,000 تومان در ایران نداریم. یعنی همه، بعضیا میرن یه نشر آگهی میکنن دوباره به بنبست میخورن. از هموطنان خواهش میکنم، اونا که من با من کار میکنم میدونم، من همه رو میگم بنویسین، به خاطر اینکه آخر باید نشر آگهی بشه و آخر انحصار وراثت با نشر آگهی بهتره، قاعد بهتر شما میتونین عمل کنین و بعدم همه ملک رو اعلام کردین. پولم به دارایی ندارین بدین مهم نیست، دو تا ملک اینا آزاد میکنن، شما میفروشین، از فروش اون میان مخارج دارایی میدین، ولی اعلام بکنین. چون دیگه رقمایی که دارایی میگید اگر این رقم باشه شما وقتی اعلام بکنین یک روز جواب میدین، در ایران وجود نداره. دیگه ملک ها دیگه میلیارد شده تو ایران، دیگه ما ملک کوچیکی که ارزشش کم باشه نداریم. اینه که خودت نه اذیت نکنین، فشار نیارین، ببرین قشنگ نشر آگهی بکنین و فرماشم آماده هست، میتونم من براتون ایمیل بکنم، راهنماییتونم میکنم، هیچ فرقی هم نمیکنه، ولی خیلی قاطع‌تر و خیلی بهتر میتونه انحصار وراثت رو بدین. در رابطه با دادگاه‌های کیفری، الان محاکم در دادگاه‌های کیفری خیلی، الان اینا که حکم بریدن و در زندان هستن تبدیل داره میشه به دیه. حتی مواد مخدرم قبلا سند نمی گرفتن، الان مدتیه وقتی شما اتهام مواد مخدر باشه تا روز دادگاه سند ازت می گیرن. این کمک میکنه که تو زندگی تو جمع جور کنی و دقیقا بدونی که چه کاری داری انجام میده و دقیقا بدونی که وقتی میری مدتش چقدره. البته وکیل نه، خودت بدونی نری تو زندان زندگیت نابود بشه. خوشبختانه الان همه چی با وثیقه آزاد میشه و بعد بیشتری چیزهایی هم که الان در کیفری هست حکمش با دیه، با مسائل مالی حل میشه. خیلی الان هموطنا زندانیایی در ایران هستن که رقمایی که اینا بدهکارن یا به خاطر تصادف یا به خاطر مهریه یا به خاطر مسائل جزئی خیلی کوچیک مالی، اینا شاید با رقمای 200,000,000، 100,000,000، با رقمای 2,000 دلار، 10,000 دلار، 5,000 دلار
یه زندانی میتونه برگرده بره شهرستان، بره اینا که بدون میگم یه لیست هستا که اینا میتونن برگردن تو خانواده هاشون، همه زن و بچه دارن. اونی که من میدونم خب خانمش قالی میبافه، بچه کوچکش گل میفروشه و بعد تو خیابون، و این مرد تو زندانه به خاطر رقمای 2500. البته که به هیچ که پول نپردازین، نه به من نه به کسی دیگه، ولی شماهایی که داخل ایران هستین هی به من پرسین آقا میخواییم به نمیدونم به شیر به شیرخوارگاه کمک کنیم، نمیدونم به فلان حسینیه کمک کنیم یا به فلان جا، نکنین تو رو خدا. الان یه عده تو زندانه، شما میتونی اصلا میگه اون شخص بدونه با 2 میلیون، با 5 میلیون، با 10 میلیون، با یه شماره حساب اجرای احکام اقما بدون در ایران یه زندانی آزاد بشید بره برای سر زن بچهش. اینها هم براتون عاقبت به خیری میاره، هم یه خانواده نجات پیدا میکنن. خیلی هم داریم تو ایرانا. اینه که میتونم من اسما بدون بدم، شماره پرونده بدون بدم به اقوام بدون در ایران. وقتی اینو بدین از طرف بانک، وقتی این پولا دیگه میریزه، این جریمه میریزه، فردا صبح پیش ساعتی 12 شب آزاد میشه، میره پیش خانواده‌اش. حالا مهم نیستم بدونن شما چی هستین، ولی شما نمیدونین چه کارهای بزرگی دارین انجام میده. من یه لیست دارم، کسی هم اینجا شما پول نمیگیره، منم نمیگیرم، ولی این لیستا اسمم به شما بدم با شماره پرونده و بدونم بگم اتهام خیلی کوچیک، همه جوونی بعد جوونی کردن، زن بچه دارن، همه هم اشتباه کردن، هممون هم اشتباه کرده. اینا رو شما میتونید کمک کنید در ایران با حتی اون اقوام بدون نمیخواد دادگستری برید، از طریق شماره حساب خود دادگستری و اجرای احکام پولی که واریز میشه این خودش میره پیش زن بچهش. به من زنگ بزنین، من بهتون میگم قضایا رو. اینم خودش یه عاقبت به خیریه و من ندادون توقع دارم. بزنین که نمیدونم، بعضی ها به ما میگن مثلا ما میخواییم 3 تا گوسفند نرس کردیم چیکار کنیم، یا به من زنگ میزنن میگن به فلان خیریه میخوام کمک کنیم، یا بعضی این خیریه تو آمریکا هستن پول جمع میکنن برای جاهای دیگه خارج از ایران. به خدا انقدر مستحق تو ایران هست، انقدر زندان تو ایران هستش که الان با رقمای کوچیکی اینا آزاد میشن به خاطری که درسته یه عده میلیاردی وضعشون خوب شده، یه دم همون فقر موندن و به قدری هم فاصله طبقاتی زیاد شده که خدا کمک کنه زودتر اینا رفعش بکنن و انشاءالله با محاصره اقتصادی که رفع میشه و یه ذره دولت میتونه اقتصاد بر مبنای روز در بیاره، نه بر مبنای حرف و نقل و استخاره و اینها، بشه واقعیت جامعه در بیاد ما که دقیقا بفهمیم کجای کار هستیم. اینه که اگر میخواین این کار انجام بدین، خوشبختانه لیستش هست، شماره حسابش هست، اجرای احکام هست، این کار انجام بدین. میریم و بر میگردیم، یه سری مطالب دیگه دارم خدمتون عرض میکنم. قابل توجهی کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی با گیر اعلام کرده است و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. دوباره برگشتیم خدمتون. در رابطه با بهاییت و بهایی ها خواستم 10 دقیقه صحبت کنم. ببینین خط قرمز سیستم جمهوری اسلامی بهاییت، یعنی این از اول انقلاب طلا بودست و بعدم خواهد بود، ولی نکته ای که الان در ایران خیلی کمک کرده است به هموطنان بهایی خود مردم ایران هم. یعنی خانواده ها، کسانی که با بهایی زندگی کردن یا در همسایگی هستن، خودشون رو از نا حمایت میکنن. یعنی یه زمانی بود
سال 60 61 62 میرفتن میگفتن که این طرف ما بهاییه یا این بهایی. الان نمیگم یه نقطه امتیاز شده، ولی یه واقعیت میگم، چون من شبا که از ساعت 9 شب تا ساعت تقریبا 1 ما تو خونه یه اتاقی درست کردیم، چون صبح ایرانه و با این گروهی که کار میکنیم در ارتباطیم 3 ساعت 4 ساعت من با این گروه کار میکنم، به اضافه این روزه که تو دفترم هستم. ولی خوشبختانه یه چیزایی تو ایران جا افتاده و اونم اینه که نه بهایی نه کلیمی نه زرتشتی اینها الان مشکل جامعه ایرانی نیست. حالا مشکل است، مشکل حکومت یه سری مشکل داشته باشه که داره خوشبختانه رفع میشه، ولی داخل ایران هم بهایی بودن یا بهایی زندگی کردن یا با خانواده در رفت آمد بودن هیچ مشکلی نداره، یعنی دید باز شده. و بعد یه فرمی که درست شده به خاطر همین دید باز یا صحبت‌های مردم، چه میگه آقا تو وقتی که میخوایی بنویسی دین دا جلو دینه تو نویسی خدا پرست. من خدا پرستم، نمیخواد بنویسی من بهاییم، نه مسلمونم، نه کلیمیم. یعنی یه مقداری میخوام، نمیگم مسائل 100% حل شده، یعنی نمیخوام از یه سیستمی دفاع بکنم، ولی اجتماع خب بالاخره اون کسی که تو همسایگی نا زندگی میکنه یا در یه مجامع اینا رو میبینه تو یه اداره دولت کار میکنه دیگه میفهمه که اینا هم انسان هم، اینا هم اعتقاد به چی دارن و اون اعتقادشون هم محترمه و سعیم میکنن به حقوقی دیگرون تجاوز نکنن. یعنی اون زمانی که من در ایران کار میکردم، اینجا میتونم به شما شهادت بدم، ما زندانی کلاهبردار چه که بی محل یا ناموسی یا مواد مخدری بهایی یا کلمی نداشتیم. سیاسی داشتیم ولی بهایی اینطوری نداشتیم. یعنی خب وقتی یه همچین اجتماعی برای دولت هیچ مشکلی ایجاد نمی کنن و یه همچین اجتماعی دارن کمک هم میکنن به جامعه سالم، خانواده درست، خب زمان همه چی حل میکنه. خدا رحمت کنه پدرم به من میگفت همیشه زمان همه چی حل میکنه و من همیشه همش میگم خدا رحمتت کنه، دارم میبینم که درست میگفتی، زمان داره همه چی حل میکنه. من شما نگران نباشین، چون یه چند تا هموطنانی بهایی زنگ زده بودن چرا درباره بهایی صحبت نمیکنی، شما هموطنی ما هستین. من یه زمانی در اصفهان که زندگی میکردم در یه مجتمعی بودیم که ما 3 از همسایه ما بهایی بودن و یکیشون هم من خیلی بهش علاقه داشتم، دوستم بود، حالا خارج از عقیده جفترمون که من یه مسلمان شیعه هستم ایشون یه بهاییه، آقای دکتر مهجور بود که این شخص ما طبقه پایین بودیم شون طبقه بالا بود و باور کنید خانواده من با این خانواده ها که الان میخوام اسم بیارم بهترین روابط داشتیم و بهترین مشکلی هم نداشتیم. امیدوارم به یه جایی برسیم که یه راه حلی هم برای این قضیه پیدا بشه که این هموطنان ما این اندازه در رنج و عذاب نباشه. در رابطه کلمی هم همینطور. خب کلمی همبتون من الان خب خیلی 70% مشتری من کلمی هم. کلمی با تو بیزینس میکنه، به بونت نمیزنه، نابودت نمیکنه، جایی هم گیر باشی کمک میکنه، حقش هم میخواد. خب از این بهترگه میشه؟ داشتم به کلمی حرف زدم میگفت فلان از من 3000 دلار گرفت، حالا پولش به هر دلایلی، حالا نمیخوام اسم بیارم، پیش گفتم که چرا پول دست این دادی؟ گفت احتیاج داشت، این تمام کارش انجام میداد، زن بچه دار بود، احتیاج این پول از من بگیره. ببینین در ایران الان کلمی رفت آمد میکنم، کلمی زندگی میکنم،
هیچ وحشتی هم ندارن. الان در شیراز دارن یه مجتمع بزرگی دارن درست میکنن. کلیمی ایرانی از منی که مسلمان ایرانی هستم بیشتر عاشق ایرانه، اینو خودشونم میدونن. خودی سیست عزیزان که تو سیستم جمهوری اسلام کار میکنن، به خصوص حالا قدیمی که هیچی، اینا که از سال 69 به بعد اومدن وارد سیستم قضایی شدن، رفتن ستاد فرمان بنیاد، میدونن که کلمیا مشکلی که ندارن هیچ، تولید کار و تالم ندیدیم تی کلمیا. من تو ایران نبودم، ندیدم. تو مدتی هم که تو داستان ایبیل یا هر جا بودم، من ندیدم که کلمیا بگیرن به ظلمی که آقا تو اومده دیواری از دیواری مردم رفته بالا، یا تو رفته حق مردم خورده. این چیزی هسته که تجربه یه شخصی من است به اینه دارم بدون میگم. همه چی به مرور گفتم زمان همه چی حل میکنه. در رابطه با مواد که تو صبح همش گفتم، خیلی 80% مشکلات مردم اینه که در ایران وقتی نبودن اینها زمین ها رو مواد اعلام کردن، یا که در ایران نبودن دوستان رفتن گفتن که آقا ایشون نیست این زمین رو گرفتن. قبلا وقتی میرفتی به بنیاد و سرپرستی میگفتی تا سال 94 اینجا بدون میگم 20 سال پیش تا 99 هم میشد، وقتی میرفتی میگفتی آقا این زمین ها گرفتن 30% 20% قیمت روز زمین ها کم کردن به خودت میدادن عنوان حق کشف یا نمیدونم چه اسمی روش بذارم. ولی خوشبختانه الان چندین سال دیگه به کسی حق کشف نمیدم. یعنی احتیاجی نیست کسی برد آشنا، برادر، خواهر، غریبه، دوست، من نمیدونم چه کلمه بهش بذارم، چه کلمه بگم که درست باشه، برد به نونی کسی بزنه و بگه آقا این خونه خالیه، یا خب اونا طبق قوانین میرن دیگه، ماده 12 رو پیاده میکنن یا میرن ستاد میگیره میگه این شخص در ایران نبوده، اموالش شامل کمیسیون ماده 49 میشه. اینه که خوشبختانه برداشتن و یه دفعه فهمیدن که هیچ، من کسانی که رفتن از ستاد فرمان زمین یا ملک خریدن یا رفتن اموال دیگران رو خریدن، این رو به عنوان یه روزنامه همشهری در قسمت درد دل مردمه نوشته است، خیر ندیدن. یه اتفاقاتی براشون افتاده، معذور شدن، خانواده از هم پاشیدن، درصدی کمی هم که هنوز موندن. این من نمیگم خرافاتی نیستم، ولی بالاخره هرچی از همینجا باید پس بده بری دیگه. زمینی که متری، من به دلار میگم، الان متری 3000 دلاره، تو برداشتی از بنیاد گرفته متری 500 دلار، متری 300 دلار، و یه ده این وردارن با چه بعضی زندگی میکنن و مال برداشته توش ساخته، و این دخترش پسرش خودش میره ایران، میره پی خونه یه تولدش میگرده، میره پی خاطراتش میگرده و میره اونجا میبیند که این را تو گرفته در میزنه، میبیند یکی اومد پشت در و به شما میگه این خونه ماست، و با اون چشی گریان که میگم میان برام میگن دیگه رفتن برمیگرده، یعنی دو روز تو ایران مریض میشه تا بتونه خودش جمع کنه، و بعد یه اتفاقات اونجا میفته که اونا مجبور میشن پی این بگردن که از ایشون بخوان که حقش رو بهشون بده یا حلالشون کنه یا که یه پولی بدن رضایت بگیرن. اینه که خیلی ها الانه نمیرن از ستاد بگیرن، حالا طبقی اعتقاداتی، بعد ستاد رفته ست شرکت زده است که شرکت املاک مهر ابوذر که از طریق شرکت ها دارد ملک رو میفوشید که اسم بنیاد نباشه. حالا البته اینا میخوان یه دنون بخورن، دلایل
قانون خودش ندارن، ولی اون اسم ستاد فرمان دیگه نباشه، اسم مصادره نباشه. اینه که نگران نباشین، زمان همه چی حل میکنه. حتی نکته ای که همیشه من تو مصاحبام به شما میگم اینه که اول از اون که تا زنده هستین صلح کنید، صلح نامه، صلح نامه، صلح نامه. چون این صلح نامه ها وقتی که دفتر منافع اینجا مهر بزنه یا سفارت ها در اروپا یا در استرالیا مهر میکنن، بعد از شما میرسید به با یه حبسیر نبات میرسه به دخترتون، به پسرتون، به هر کسی که میخواهید. عوض اینشون انحصار وراثت نمیخواد بده. ثانیاً دیگه این هدیه هست دیگه، شامل مالیات نمیشه. اینا انجام بدین. این یه چیز خیلی تو همین مصاحبه گفتم، همیشه هم میگم، تا آخری هم که هستم و این کار ادامه میدم میگم بابا برین ببخشین، برین ببخشین، هیچ اشکالی توش به وجود نمیاد. مسئله بعدی هم که خب هی این زنگ های هست که من دارم بعد از دو هفته میان خدمت شما میگم، در رابطه با طلاق شرعی هست. خیلی یاد اونجا طلاق آمریکایی گرفته این و شوهر شما راضی به دادن طلاق شما نیست، شما ها میتونین به مساجد مراجعه بکنین با طلاق آمریکایی دون و دو تا شاهد که بیش از 3 ماه 10 روز گذشته باشه. چون شما به هر جدیه میخواین ازدواج کنین یا هر کاری بخواین بکنین، برین طلاق شرعی دون رو بگیرین. این نامه طلاق شرعی پیشتون باشه، چون اگر که هر موقع رفتین ایران این نمیتونن، البته ایشالاش که همه خوبن، همه خوش ذاتن، وقتی یه زندگی نمیشه دیگه با لج و لج بازی و با این که این کار رو انجام بدین اصلا درست نیست. و این خانم مادر بچه های شما هست زمنن، دیگه نمیتونن برن به شما حس هزار و یه ننگ بچسبونن، چون شما یه طلاقی به خاطری که توی کشور زندگی میکردین طلاق آمریکایی گرفتین و دوم چون که از نظر شرعی هم رفتین طلاق شرعی رو گرفتین، کسی نمیتونه شما ممنوع خروج بکنه. برین کار انجام بدین. بیشتری مراکز اسلامی هم پول نمیگیرن، بعضی از روحانی هم هستن که $100-$200 میگیرن، به شما میگن 3 تا شهود بیارین. بعضی هم میرن از قوم اجازه میگیرن و طلاق قیابی صادر میکنن، از یه مجتهدی در قوم یه روحانی اینجا اجازه میگیره و بر مبنای اجازه اون طلاق شرعی برای شماها صادر میکنه. مهریم ربطی به طلاق شرعی نداره، اصلا مهریه ربطی به طلاق نداره. مهریه یه طلبه، میتونین در ایران اجرا بذارین. 200 تا سکه هست، خیلی یا 500 تا سکه هست. یکی بود مهریش این است که از تهران تا رامسر گل روز، منم چقدر گل روز میشد باید حساب کنن کارشناسا، مهریه دونه میتونین به اجرا بذارین. ولی اگر ببینین طرف دون نداره، نه به شما خانم میگم نداره، خب اینو ببخشین. اگر نداره ببخشین، طلاقتون هم بگیرین بریم به زندگیتون برسین. بعضیا میگن آقا ما میخوام ممنوع خروج بکنیم، حکمم بگیریم یا زندانش هم بکنیم، بذار بره زندان. این یه زمانی شوهر شما بوده، یه زمانی پدر بچه شما بوده، این دلیل نداره. وقتی واقعا ندارن، خیلی هاشون هم الان تو زندانند و واقعا ندارن دیگه، آخه این چه دلیل داره؟ یکی تو زندان نابود شه، یه دخون وادش هم بیرون زندان از خود زندانی بیشتر نابود میشن، چون خواهر و برادر زندانی بیش از زندان زجر میکشن. و شما میکنه رو نکنین، چون بعضی هم منظر میدونم نم یه آقا هیچی نداره، یا خود نداره ببخش بش دیگه. زندان بودن و زندانی کردن و اینا، چون خودت هم همیشه به هر جهت بعضی موقع احساسی بدی میکنی. و من از شما هم میخوام اگر توانایی دارن حقت نبگیری، و اگر توانایی ندارن خب من دلیلی نمیبینم که شما این کار رو بکنین و یه جوون رو بفرستیم تو زندان، اونم هزاره یه درد بگیره. زندان هم محیطش بده، الان قضا اینطور که شنیدم باید قضا رو حتما بخرین، حتما خودون قضا شخصی باشه، قضا زندان و بودجه زیادی نی، و اینا با هزار درد و مرض میان بیرون. شاید 15 تا یا 20 تا من تلفن داشتم در این چند روزه، 2 هفته‌ای که اینا میپرسیدن که ما چی کار کنیم که وقتی میخوایم بریم ایران ممنوع خروج هستیم یا نیستیم. میتونن اقوامتون، یه فرم دارید اداره آگاهی تهران یا شهرستان ها،
مراجعه کنن به شهربانی، مشخصات شما رو بدن و درخواست عدم سوی پیشینه بکنن. به خیلی ها دادن، هیچ کنم هزینه نداره. میخوان به من بگین که بعدم بگم کجا مراجعه کنید. میتونیم بریم فرما در شهربانی پر کنن به نام شما با شماره کارت ملی شناسنامه اگر بدهی نداشته باشین به دارایی، اگر در مراجع قضایی پرونده نداشته باشید، اگر در از طرف دادستان تحت تعقیب نباشین، یه نامه ای از اداره آگاهی میشید یه آن بالاش داده میشید اداره آگاهی تهران، اداره آگاهی تهران بزرگ، آقای فلانی داره شناسنامه شماره چند، کارت ملی فلان، فرزند فلانی، هیچ گونه سابقه ای در هیچ گونه مراجع قضایی نداره، راحت میتونین برید بیاین. در رابطه با مشمولین، ببینین متولدین تا 37 معافن، تا 1137 معافن، از 37 تا 44 به زودی اعلام میشه، تا قبل از ای اعلام میشه. پس از 37 هیچی، از 38 39 40 تا 44 اعلام میشه. صبر بکنین، اعلام میکنن شما اصلا معافین، یعنی احتیاجی که جایی معافی ارائه بدین ندارین. اگرم در این مدت میخوان برین ایران، احتیاجی که فرم معافی پر کنین ندارین، تو پاسپورتاتون 3 ماه مر میزنن، شما میتونین 3 ماه در ایران بمونین. یعنی هر کسی میتونه در سال 2 مرتبه 2 تا 3 ماه در ایران بره و احتیاجی هم به معافی نیست. ولی تا 25 اسفند نامش من دارم که شما ها میتونین صبر بکنین تا متولدین 1144 از 37 تا 44 معاف هستن. و خب اینم یه خبری بود که پیروز به من ایمیل شد و خود خیلی ها الان میان دفتر. البته میتونین برین ایران بیان 3 ماه، ولی خب بعد هم میتونین معافیه بدونی که پولی بدین، بدونی که درد سری باشه، تا اعلام بکنن دیگه اوتوماتیک وار احتیاجی شما به هیچ فرم و هیچ چیزی ندارین. در رابطه با ثبت شرکت ها در ایران، یه دی در ایران شرکت داشتن، شرکت سهام عام داشتن، خاص داشتن، اینا رو گذاشتن اومدن و این شرکت ها رو نمیدونن الان چی شده، منحل شده، شرکت ها وجود داره، آیا اون ساختمان ها که متعلق به شرکت است گرفته شده، ماشینالاتی که تون شرکت بوده، ماشین بوده، ماشین های سنگین بوده، وسایل تون شرکت بوده، وسایلی که بالای اسمبلی بوده، چی شده؟ سهامدارا چی شدن؟ خوشبختانه شرکت سهام خاص و عام اینا اومدن یه لیستی از اموالی که تا سال قبل از 58 ثبت شده است، یعنی از سال 1338 تا 58 شرکت هایی که عزیزانی که شرکت در ایران دارن تو این حدودی 50 سال گذشته، از 35 تا 35 سال گذشته، معذرت میخوام، از 35 سال گذشته کسانی که در ایران اموال جزء ثبت شرکت ها دارن به من زنگ بزنن. اینها شرکت صنعتی شهرک ها و شرکت سهامی خاص و عام، اینا یه لیستی دارن که دقیقا به شما میگن که آیا این اموال کجا رفته، چی شده، یا چیش باقیه، یا برای گرفتنش شما ها میتونین به کجا مراجعه بکنین. خیلی عزیزان شرکت داشتن اومدن، شرکت ها داشتن، ساختمان داشتن، وسیله داشتن، خوشبختانه الان اینا اومدن به صورت کامپیوتریش کردن، به صورت لیستش کردن. کسانی که قولنامه دارن، تو مسابقه قبلی هم گفتم الان خدمتتون میگم، کسانی که قولنامه دارن طبق ماده 147 قولنامه میشه تبدیل به سندی تک بلگی بشه. خود اون قولنامه را اگر به من مراجعه کنین یا دوستان هستن انجام میدن، به هدون میگن باید 3 مرتبه نشر آگهی بشه، کارت ملی، پاسپورت، شناسنامه و اصل قولنامه را به اداره ثبت میدین، تو تا فرم پر میکنین، اینا اعلام میکنن سر تو روزنامه که طبق این قولنامه آقای حسین اومده میگه من این زمین از آقای رضا خریدم، ما میخوایم در رابطه با این زمین سند صادر کنیم، اگر کسی اعتراضی نداره مراجعه بکنه. الان دارن سند از تک بلگی ها صادر میکنن، سند های منگوله داری که شما همه عزیزان دارین، الان دولت دارت میگیره یه سند های تک بلگی بدون میده، یه ورقه
این حسنش اینه و این کارو برای همه انجام میدم. حزنش هم 500 دلاره، هر کمی زدون اضافه میگیره نگیره، یعنی یک 500 تقریبا هزینه ثبتش 700 است، 700 تومان هم میگیرن میرن انجام میدن، میشه 500 تومان. این سند های تک بلگی دو تا حس داره، حسش اینه که یک قیمت خونه ها مشخص میشه، دو کروکی محله دونه میدونین کجا هست، سه با این میتونین عوارض و کدا همشه میدونین که در سال چقدر، برای اینکه این ملک گارانتی سالم باشه چقدر سالانه عوارضشه، قیمت روزش چقدر است. اگر یه عزیزی براش در ایران اتفاق افتاد با این بلگه ورق میتونین به دادگستری مراجعه کنین و براش وثیقه بذارین. اگر وام بانکی میخوان که اصولا الان دارن 40% تا 50% میدن، دیگه احتیاجی به کارشناسی نداره. این سند تک بلگی ها که به بانک مراجعه کنین، به خصوص بانک پارسیان، حتی با کپی این دیگه حتی کارشناسی میفرسته وامتون رو تصویب میکنه. خب این سند ها نگه میخوان عوض کنین، کپی سند من لازم دارم با فوتوکوپی شناسنامه دون و فوتوکوپی پاسپورت دون. شلو هر جا که هستین موفق باشین، سلامت باشین، زمان همه چی حل میکنه، نگران وضعیت زندگیتون ملکتون در ایران نباشین، یعنی زمان به شما کمک کرده است و کسانی که الان در این سیستم کار میکنن کمک میشه که به مرور با درستی شما ها به حقتون برسین، حتی اگر 50% باشه، حتی اگر 60% باشه مهم نیست. چرا مهم نیست؟ به خاطر اینکه به قدر قیمت ملک اینا در ایران رفته بالا و میلیاردی شده که حتی اگر اون 40% هم بردارن بازم رقم بزرگی به شما میرسید. امری داشتید من در خدمت دونم، تلفن من اینجا هستش، با من تماس بگیرین، هر کمک دست من بر بیاد با کمال میل در خدمت شما هم بطنها هستم. شاید خوشبخت باشین، پیروز باشین و تو زندگی دون مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88.